بینندگان محترم تلویزیون سپیده استقلال آزادی، سلام دارم خدمت شما عزیزان و همچنین سلام دارم خدمت شما آقای بنی‌سلام. سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان هموطن در ایران و در جهان. آقای بنی‌سلام، سوالی که امروز در حقیقت میخوام با شما مطرح کنم در ارتباط است با انقلاب ایران و اهداف انقلاب ایران. یک سوالی که همیشه مطرح میشه اینه که آقای خمینی دارای یک نظرات خاصی بوده که بعد که اومد به قدرت رسید همون نظرات رو انجام داد. چرا روشنفکران ایرانی آقای بنی‌سلام رو نشناختن و به جامعه ایرانی نگفتن که این نظرات شما نظرات به صلاح خشونت طلب است یا ولایت فقیه که شما عنوان میکنه ضد حقوق انسان؟ آقای خمینی در فرانسه که در دوران قبل از انقلاب ساکن شدن 20 اصل رو عنوان کردن. من این 20 اصل رو میخوام برای بینندگان و شنوندگان عزیز بخونم که اینها در کتاب انقلاب هم شما جمع آوری کردید. اصولی است که آقای خمینی عنوان کرد. این اصول رو شما قبل از انقلاب به این اصول باور داشتید، حالا من اینها رو میخونم. بعد از اون هم شما تا به امروز کتاب هایی که نوشتید، مصاحبه هایی که میکنید، تحلیل هایی که در وضعیت سنجی انجام میدید یا در مقاله ها، این اصول رو رعایت میکنه. آیا آقای خمینی بر حسب میگن شارلاتان بوده این رو انجام داد یا در اون دوره انقلاب باور بهش پیدا کرد؟ این یک سواله که من از شما دارم. لطف کنید محبت کنید توضیح بدید. و اینکه آیا شما که به این اصول اعتقاد داشتید هنوز اعتقاد دارید، اصول دیگری رو بر اون اضافه کردید؟ مثلا در کتابی که اصول حاکم بر قانون اساسی الان پیشنهاد کردید به ملت ایران، اصول دیگری بر اینها اضافه شده یا اینکه نه همین اصول هست که من اینا را اصول رو میخونم؟ اگر شما کم و کاسی هم داره محبت کنید عنوان کنید. تمام مردم در رهبری شرکت میکنن. ایشون اعتقاد داشته به توحید اجتماعی. نه، اونجا که تمام مردم در رهبری شرکت میکنن، ولایت با جمهور مردم است، بسیار مهمه و دموکراسی ما از دموکراسی غرب پیشرفته تر خواهد بود به لحاظی که همه مردم در اداره امور خویش شرکت میکنن. اصل بر استقلال و آزادی است. خمینی و روحانیان نقشی در دولت نخواهند داشت. دولت حق دخالت در رسانه ها را ندارد. آزادی عقیده و احزاب، ایشون اعتقاد داشته که من خاطرم هست که یک به یک اسم بردن که به چه شکل آزادی مذاهب رو همه الان وضعیتی که عمران امروز هر کسی به خاطر هر عقیده و نظری در حقیقت در زندان میفته و اعدام میشه. استقلال از سلطه داخلی و خارجی، دستگاه های فشار و اختناق از میان برداشته خواهد شد. بله، نظام اجتماعی بدون سلطه و استثمار، حقوق انسان جهان شمول است، زنان حقوق برابر با مردان دارند و زن می تواند رئیس جمهور بشود، اقتصادی تولید محور بر پایه توحید اجتماعی بنابراین در خدمت انسان است، دانشگاه و رابطه دانشگاهیان و روحانیان، استقلال دستگاه قضایی و امنیت قضایی شهروندان، صلح اجتماعی و زندگی همه با هم، تبعیضها از میان بر می خیزد و اقوام ایرانی ملت واحد می شود، ایران راه روش را در پیش می گیرد، روش بحث آزاد است و این گونه بحث همگانی است. یک بند رو شما همیشه عنوان کردید که عفو عمومی، که آقای خمینی گفته بود وقتی رفتیم در ایران اونجا این رو عنوان میکنن. حالا سوال من اول از شما اینه که چرا آقای خمینی مثلا نظرش رو بر این اصول آورد؟ چگونه شد؟ چون شما میگید من به اون پیشنهاد دادم، اگر امکان داره لطف کنید توضیح بدید و اینکه نظر شما بر این اصول چیست؟ اولا این اصول، حالا دستگاه های قضایی مستقل، فرض کنیم این در سطح دولتی که باید انجام بگیره، روحانیت در دولت دخالت نمی کنن، بقیه همه رو مردم خودشون باید انجام بدن. مسئله اساسی اینه. ای مردم در همون جریان انقلاب انجام، مثلا حقوق انسان یکی از این اصول پیشگام است، اگر به حقوق خودشون عمل می کردن و فرهنگ حقوق پدید می آمد، رابطه ها رو حقوق برقرار می کرد، دیگه اون بالا قدرت مدار در بالا بیمعنی ها بیمحل می شد، بازساز افتضاد ناممکن می شد. چون نکرده جامعه تنظیم رابطه ها، همچنان قدرت باقی مونده، اون
به اصطلاح منتجه اوبا جمع میشه کجا؟ بالا. هر کی اونجا باشه میشه مستبد. نخواهدم بشود مستبد، اون رو میرانند، یکی دیگر میذارن جاش که او بشه حالت فعل استبداد. پس نقش جامعه مهمه. جامعه وقتی خود شعار میدهد استقلال، آزادی، باید خودش تمرین کنه دیگه، باید تمرین کنه استقلال به معنای اینکه من خود تصمیم میگیرم بدون اکراه، فشار از درون بیرون، نه خودم خودم رو به زور تحت زور قرار میدهم، نه زور میپذیرم، خودم مستقل تصمیم میگیرم. آزاد یعنی نوع تصمیم خودم تعیین میکنم. این باید تمرین کنه. اون وقتی نکردی میشه عادت، وقتی دیگری باید برای تصمیم میگیره. این استبداد همینه دیگه، سر چیز دیگه که نیست. استبداد وقتی است که جامعه به جایی که خودش راجع به زندگیش تصمیم بگیره، یکی دیگه براش تصمیم بگیره. اون مدار بسته میشه، مدار بالا پایین بسته میشه. اون که بالاست برای اینکه این پایین رو تصمیم بگیره و پایین مجبور بشه اون تصمیم را به عمل بکنه، باید زور به کار ببره. زورم که مدار بسته ایجاد میکنه دیگه. پایین را از حقوق، استقلال، آزادی، نان، همه چی محروم میکنه. اولش این. پس خود جامعه، نقش خود جامعه رو اول تعیین کنیم. اگر این تمرین الان هم نکند، این حقوقی که در اختیارش قرار گرفته، حقوق پنجگانه، خیال کنه اینا برای این است که بعد که رژیم رفت به عمل در بیاد، الان باید مطمئن باشه که هرگز به عمل در نخواهد آمد. یک لحظه درنگ نباید بکنه در عمل به این حقوق. و با عمل به این حقوق است که اون بالا تغییر میکند، نه عکسش. توجه شد؟ این تغییر پایین، یعنی خود مثلا این هم تعبیراتیست که به لحاظه که اون استبدادی ها خودشون بالا خیال میکنن، بله، در واقع تغییری که ماید خود مردم خود رو تغییر بدن و این تغییر دادن این است که زور را بردارن، جاش بزنن حق و زندگیشون رو عمل به حقوق کنن، رابطه هاشون رو با حقوق تنظیم کنن. این حقوق هم به عنوان صورت یه مجموعه در اختیارشونه. به زودی به صورت این همین حقوق و اون ارکان دیگر دولت حقوقمند در قانون اساسی پیشنهادی جدید در اختیار قرار خواهد گرفت. خب پس اون وقتم همینه. اگر این انجام بگیره، یعنی جامعه به حقوقش عمل کنه، خلایی باقی نمیمونه تا اون بازورش این پر بشه. این اول. دو، این که آقای خمینی قبلا این اصول گفته باشه، در تهران که بوده، در نجف که بوده، این آثارش که دارن همه رو جمع میکنن که اگر بود که مردم ها میخوندن میدیدن، نه در قبل از آمدن به فرانسه این فرمایشات از زبانیشون تراوش کرده، نه بعد از بازگشت از فرانسه به ایران. بعد برگشت که همش با اولدورم و بولدورم بود. خب پس اینا یا در دوره ایک بوده که ایشون در فرانسه بوده. خب من برای چند دومین بار عرض کنم که در سومین روز ورود ایشون من یه متنی در اختیار ایشون گذاشتم. این متن 19 مسئله است که مطبوعات دنیا که خبرنگار داشتن در ایران، اونها این مسائل رو طرح می‌کردن که این انقلابی است با این مشکلات، سردرگم. حالا برای اینکه این انقلاب از سردرگمی بیرون بیاد، این 19 مسئله باید جوابای روشن پیدا می‌کرد. ولای انقلاب سردرگمی دیر یا زود محکوم به سقوط. جایی که رژیم سقوط کنه، اون انقلاب سقوط میکنه. 19 راهکار هم در برابر این هر کدوم از این مسائل راهکارم پیشنهاد کردم، دادم با آقای خمینی که این در کتاب اصول راهنمای اسلام در ایران منتشر شد. اون کتاب تحت این عنوان، ولی در پایانش این 19 مسئله هست. خب پس جوابهای مسائل معلوم بود که خبرنگار هم میامدن همون مسئله میبرسن. مثلا جای روحانیت در نظام جدید یه جواب داره دیگه، مسئله رابطه زن و مرد و موقعیت زن و تبعیض ها و اینا، اختصار هر کدوم اینا از این مسائل جوابها روشن داره. و قبلا در اختیاریشون قرار گرفته روز سوم ورود،
حالا ایشون گفت که یک هیئتی بشود، هر خبرنگاری که میاد جواب تهیه کنه برای سوالاش قبلا بده، جواب تهیه بشود برای اون جواب ها، ایشون اون جواب ها رو حفظ کنه به خبرنگار بده و همجور هم میشون. هر دفعه هم میپرسید که آقای بنیصد بوده این جواب ها رو تصویب کردی یا خیر. پس این مصاحبه ها پاسخهای ایشون است به خبرنگاران، در واقع پیام انقلاب ایران است از زبان ایشون به مردم جهان، تعهدات ایشان است در قبال مردم ایران در حضور جهان. اینا شد این 19 اصل که اون اصل عفو عمومی را هم گفتم میریم در ایران ببینیم که رفتی اونجا و وارونه شد. آره وارونه شد در این که بازسازی استبداد با عفو جور نیست. خب حالا متناسب با این 19 اصلی که شون ارائه کردین، سازماندهی هم میخواد دیگه، اگر پایین انجام است که میباید تحول بکند، پس سازماندهی هم میباید در سطح جامعه انجام میگیره، پس طرح شوراها هم به ایشون پیشنهاد شد که در سطح روستاها شهرها این مردم شرکت کننده در انقلاب شوراها رو تشکیل بدن، ایجاد کنند و این منتخب اونها شورای استان و بعد منتخب اونها شورای کشوری رو به وجود بیارن که اینا دوران موقت رو این شورا تصدی کنه، تشکیل هیئت وزیران و اینا. تو هم عمل نشد، به جاشون طرح محرمانه عمل می شد که به آقای رهبر ولایت مطلقه دارد، شورای انقلاب تشکیل می دهد که تابع امر ایشونه، حزب واحد برای کنترل مردم، ستون پایه های استبداد جدید که همین سپاه پاسدار و دادگاه انقلاب اینها کمیته و و و درست شد؟ بله. بنابراین اینجور نیست که شما یک اصولی رو عنوان بکنید بعد از لحاظ سازماندهی به امان خدا رها کنید، زمین میمونه. سازماندهی متناسب با اهداف میخواست پزشکی بیاد و بیماری یا درمانی بگه این دواها رو باید بخوری، این ساعت اینو بخوری، اون ساعت بخوری، این قبل از غذا، اون بعد از غذا، این غذاها رو بخوری، این باید به عمل در بیاد، سازمان میخواد که این به عمل در نباشه، خب این نسخه از عمل نمیشه. این جامعه میباید که اون نسخه رو عمل کنه، نکنه که خودی باید اون کسانی که مسئول دوران گذار می شدن متناسب با این اهداف زمینه ساز می شدن برای اینکه این از به قول شما جامعه فعال بشه که نقش پیدا کنه در دولت یا در سازمان. ولی اشتباه به اصطلاح بگیم از ما بوده، باید اینو بپذیریم، برای اینکه ما میشون میشد به جامعه پیشنهاد کنیم، به جایی که به آقای خمینی طرح شوراها رو پیشنهاد کنیم، به سطح در خود جامعه طرح کنیم. اما اونجا به اصطلاح یک نگرانی ها بود اون زمان که نکنه که این اینا طرح بشه در سطح جامعه، بعد از این ور آقای خمینی بگه نه و هم بریزه و این انقلاب بشکنه، به اصطلاح جنبش بخوابه. این نگرانی ها بود. حالا که بعد از وقوع هستی میبینیم این نگرانی ها بیمعنی بوده و میباید عمل میکردیم. اگر واقعا عمل میکردیم در سطح جامعه این شوراها تشکیل میشد، بعد دیگه مشکل بود که به اینا گفت شما هیچ کاری. حالا به هر حال حالا دیر نیست که اگه ملت حالا همین الان اگر اون مردم به این حقوق عمل بکنن و میتونن واحدهای کوچک همین هسته ها رو ایجاد کنن با نظام شورایی، یعنی تنظیم رابطه ها رو در اون هسته با حقوق انجام بدن و این یه جمع همکار بشه با انسانهای مستقل و آزاد و خلاق تمرین کنن. الان شدنیه، بعد داریم پیشنهاد میکنیم، وگرنه فردا دیره. فردا خیال نکنیم که این آقا ما دیگه حالا درست شد دیگه، همه چی داریم، حقوق پنجگانه داریم، قانون اساسی داریم که این حقوق پایشن، دوران گذار تنظیم شده، میدونیم چگونه عمل میشه، برنامه عمل داریم دیگه، پس دیگه سب کنیم تا بشه. نه، الان باید عمل کنیم، فردا هم دیره. نکنی جامعه حکومت نیستی، نیستی که زور به حکومت خواهد کرد دیگه، خلل زور پر میکنه. سختی هم نیست که یه دیگه نه، خیلی هم آسانه با هم دیگه کار آسانه، برای اینکه اینا به عمل میکنه، به حقوق
عمل که کرد به حقوق زندگیش آسان میکنه، نقش پیدا میکنه در زندگیش. این همه دنبال این نیست که دولت براش کار ایجاد کنه، خودش میشه موجود خلاق، کار ایجاد میکنه. بیابان این به امان خدا این طبیعت ایران رو رها نمیکنه. 10 میلیون هکتار میگه این دو روستاها رو که رها کردن رفتن، 10 میلیون هکتار مانده. بیساعت یه جامعه که وقتی اینجاری کرد، خود این بخوایی نخوایی بهش استبداد حکومت میکنه دیگه، خلاص زور پر میکنه. خب اینها که گفتم، پس همه برای این بوده که مردم بهش عمل کنن. اگر قرار بود که ما یه طرحی درست کنیم که بالا، یعنی کسانی که رهبری میکردن انقلاب رو، اونها باید به اجرا بگذارند، خب این از پیش معلوم بود ما آدم های دروغگوی هست. چرا؟ این بخشید من اینجا یه توضیح بدم. وقتی شما میگید که مثلا برابری حقوق زن و مرد، این زن و مرد ایرانی باید باور پیدا بکنه که حقوق برابر داره و اون عمل کنه. در حقیقت قدرت هم اجازه نداشه این وسط اعمال زور بکنه، بگه تبعیض به وجود بیاره، کاری که اینها کردن. اگر که اون زن و مرد ایرانی این باور رو پیدا نکنه که در اول انقلاب من خود شاهد بودم که بسیار این احساس برابری رو آدم میدید در بین جمع های فعال مخصوصا اجتماعی، خب این اگر که اون عمل رو انجام میدادن، ادامه میدادن، قدرت حاکم هم نمیتونست اون زور رو وارد کنه. درست میگم؟ یعنی اگر بهش عمل میکردن، روی عمل تکیه کنیم، این فقط این باور کنه، باور خیلی چیز آدم باور میکنه و عمل نمیکنه. حقوق برای باور نیست، حقوق برای عمل است. ذاتی حیات انسانه، باید بهش عمل کنه. کسی باور نمیکنه، از راه باور نفس نمیکشه، حق میدونه نفس میکشه، باب باور غذا نمیخوره. ولی اگر به حقوق خودش به اصطلاح عمل بکنه، هر غذایی رو نمیخوره، غذایی که به بدن صد نمیزند نمیخوره. حالا اگر اون جامعه این به این حقوق الان شروع کنه به عمل کردن، بله میبینه که از اون انقلاب تا این انقلاب کار زیاد شده. 40 سال دیگه ما به این نتیجه رسیدیم. خوش ما یه اصول بیشگانه اعلام کردیم، حقوق انسان و چون جامعه میگه خب این چی من حالا این حقوق انسان کی باید اینا رعایت کنه؟ دولت. پس سب کنیم تا دولت بیا رعایت کنه. نه، اینجا یک به یکه، اینجا باز شده، هر کدوم از این حقوق توضیح داده شده مورد به مورد. منظورتون در کتاب اصول حاکم بر قانون اساسی است که پیشنهاد یا همین حقوق پنجگانه که منتشر شده، اینها یک به یک توضیح داده شده، بندهایی اگر لازم داشته آمده که تفسیر مفسیر هم لازم نداشته باشه، چون آدمی به محضی که این قدرت رو میاد تو کلش و میخواد که با اونو به کار ببره، شروع میکنه فکر راهنماش خراب کردن و اونجا میگه خب این حقوق من، بعد این حقوق دارم ولی خب من توجیه میکنه ای برا خود. حالا اینجا نشستیم دیگه، حالا میگه شما یه پشت بزن، خب این خلاف حقوق درست، ولی خب بالاخره حالا یه ارفاقی چیزی به اصطلاح دست خیلی خشک میشه همش حقوق عمل کنی. حالا یه مقدارم از حقوق بیرون عمل کنیم با این توجیهات، که توجیهات ساده روزمره که انسان ها میکنن، فکر راهنمای خودش رو تخریب میکنه، یعنی از خود بیگانه میکنه، اون حقوق رو از خود بیگانه میکنه، بلا اجرا میکنه، یا میگه الان عجله دارم دیگه، حالا سر صبر آدم باید به حقوق عمل کنه دیگه، من الان نان ندارم بخورم، آقا میگه برو به حقوق عمل کن. و این توجه بکنه، اولا به حقوق عمل کردن، به نان خوردن نخوردن شما ربطی نداره، این یه ذاتی حیاتته، باید فقط بهشون عمل کنی. اگر بکنی نان خوب میخوری، نکنی نان نمیخوری، زغ نبود اگر بگذارن، اگر بگذارن. ببین دیگه چه وضعیتی داری، بشر ببین، میگه 26 نفر به اندازه نصف بشریت ثروت داره، از کجا داره؟ نصف بشریت گرستن که این آقا ثروت داره متمرکز شده نزد اینا. در ایران هم که آمار دادن 5% جامعه ایرانی 70% سرمایه رو خب این معناش این که این جامعه چون استقلال ندارد، چون آزادی ندارد، چون به حقوقش عمل نمی کنه، راحت میشه این رو استثمار کرد، مالش خورد. این تمرین از این جهت ممکنه. حالا بنابراین
میبینه که این نه اون بیست حالا باز شده، معلومه که اون حقوقی که مردم عمل میکنن کدامان، این دولت برای اینکه حقوق من بمونه چه تضمیناتی باید باشه، همه یکی که سنجیده شده. پس شما هم باور داشتید به اون اصول، هم اینکه این باور رو در حقیقت بس دادید در اون حقوق پنجگانه که به ملت پیشنهاد شده. دوباره میگم من به اون حقوق با تحقیق رسیدم، به عمل گذاشتم، تجربه کردم، نتیجه گرفتم، حاصل تجربه است. یه چیز هوایی به آقای خمینی پیشنهاد نکردم. من با ما جمع بودیم یه دوست با دوستانمون، اون چه ما پیشنهاد کردیم حاصل تجربه بود، اون تجربه هم تا امروز ادامه دادیم. چگونه ما توی یه خطرت موندیم با این مدت دراز این همه سال؟ دلیل میخواد دیگه. هر آدمی از خودش بپرسه ببینه که چند مدت توی خطرت میمونه، اون وقت میفهمه که به عمل به حقوق فرقش با عمل نکردن به حقوق چیه. آدمی که به حقوق عمل نمیکنه رابطه هاشو با قدرت تنظیم میکنه، قدرت هم که بر یک مزاج نیست، توقعاتش رابطه است دیگه. این رابطه مرتب تغییر میکنه، نتیجه نیازهای قدرت مرتب تغییر میکنه. اینی که آدمایی که با عقل قدرت محور دارن هر ساعت به یه رنگن، این که نمیتونن یه خطرتی داشته باشن. متاسفانه تو جامعه ما بیشتر از جاهای دیگه دنیا این گونه چند رنگی و چند رویی و اینها وجود دارد، دلیلش این است که تمرین عمل به حقوق در جامعه ما خیلی کمتر شده از جامعه های دیگه. و در جامعه های دیگه هم که این تمرین کم شده هم این رو مشاهده میکنه. حالا مثلا فرض کنید که تو جامعه فرانسوی اگر یک نامزد انتخاباتی بگه که من به فلان حزب و برنامه او تعلق دارم و انتخاب بشه بره تو مجلس، اونجا اگر بخواد پاش از اون بذاره بیرون ناگزیر استعفا بده، چون جامعه نمیپذیره، میگه تو تقلب کردی، دروغ گفتی به من، به من گفتی مثلا چپی، من به اسرائیل دادم، رفتی اونجا شدی نقش راست بازی کردی، پس باید بری بیرون استعفا بکن. حالا اما در کشور ما 70 نفر نامزد دفاتر هماهنگی بودن رفتن تو مجلس، وقتی رأی گرفتن چند نفر رأی مخالف دادن؟ یه نفر. منظورتون دفاتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور در دوره شما؟ آره، که اونا نامزد معرفی کردن، 70 نفر نامزدهای رفتن تو مجلس، یه نفر موند اون بر عقیده مثلا بر اون رسیم. چرا اینجوره؟ برای اینکه نه اونا خودشون به حقوق عمل میکردن، قدرت رو محور میدونستن، و اون جامعه هم چون به حقوق عمل نمیکرد عادت چیزی به خود نگرفت که آخه تو ما به تو رأی دادیم که بری این کار بکنی، تو وکیل باید در قید موضوع وکالت هست و موکل، خب تو چجوری به خودت اجازه دادی که بری بیرون کاری رو انجام بدی که خلاف اون کاریست که بابت او وکالت گرفتی؟ در جامعه مدنی فعال عمل نمیکرد، عمل نمیکرد به حقوق، خصوصا عمل نمیکرد، حقوق رو ضابطه نمیشناخت و این رو تنظیم کننده رابطه نمیکرد، هنوز هم اگر نکنه همین آشه همین کازه هست. اینی که ما مجلس هایی داریم که اینا رأی ندارن، معلوم نیست با مثلا تغییر یه رابطه میبینی از این ور شد اون ور، به این دلیل مثلا مجلس 16 همو بگیری، اینا یه اقلیت 8 نفری که مصدق و همکاران او بودن فراکسیون وطن رو تشکیل میدادن، اینا نفر ملی کردن به رازی که اون مجلس تابع شد در روابط قوایی که این دفعه این طرف چربید که طرف مردم باشه، رد اتفاق برم رد دادن ملی کردن نفت. اینجوریه، یعنی اگر جامعه یک چیزایی رو بدانه و بهش عمل کنه و روش وایسه دیگه نمیشه موکلش از امر او خارج بری. اما به مجلس قبرگان چرا نگیم؟ مجلس قبرگان طبق مصوبه شورای انقلاب برای این بوده پیشنویس قانون اساسی بررسی کنه، این وظیفه شده. تا
تشریف برده به محصی که منتقاشو گفتن نه ما حالا مخواهیم اصلا قانون اساسی بنویسیم. ولایت فقیه رو وارد کردم تو قانون اساسی. این یعنی که اون جامعه حقوق به اصطلاح فرهنگش نشده. عمل به حقوق باید کرد، رابطه هم با حقوق تنظیم کرد. حالا با این همه این نفس این که این حقوق پنجگانه رو ما ایرانی ها به اصطلاح تدوین کردیم و جامعه ایرانی و جامعه بشری پیشنهاد می کنیم، به ما می گوید که اون فرهنگی که بر اصل موازنه عدمی ایرانی ها از دیرباز یافته بودند هنوز برجاست و می تواند اون کسانی که در اون فرهنگ زندگی می کنند اینها عقلشون مستقل آزاده، فضای دید این عقل تا بی نهایت گسترده است و حقوق یاب است و این حقوق میتونه بیابه به جامعه بشری هم پیشنهاد بکنن. اینی که اینهایی که ما گفتیم در مقام نقد بود برای اینکه اصرار بورزیم به اهمیت عمل به حقوق، وگرنه ایرانیان اگر خود رو باز بیابند اون فرهنگ را دارند و میتوانند الگو باشند برای جامعه بشری.